که از ناحیه پرینه بعد از زایمان چطور باید مراقبت بکنید؟ من پری لطفی پور هستم، کارشناس مامایی. امروز در خدمتون هستم که راجع به این موضوع برای شما صحبت کنم. ببینید عزیزان، الان دیگه زایمان ها داره میره به طرف زایمان فیزیولوژیک، یعنی زایمانی که بدون هیچ گونه دخالت، برش و بخیه ای هست. ولی گاهی اوقات لازم هستش که مادر ما موقع زایمان در ناحیه پرینه بخیه داشته باشه. بخیه یعنی اینکه اون ناحیه پرینه رو که جنین میخواد خارج بشه، ما توسط لیدوکاین بیحس میکنیم و برش میدیم و بعد اون رو در چند لایه میدوزیمش. شما باید چه کار کنید بعد از زایمانتون که بتونید خوب از این ناحیه مراقبت کنید، چون جای حساسی هستش؟ یکی از مراقبت‌هایی که می‌خوایم بکنین قسمت بهداشتش هستش، یعنی شستشو داشته باشین. این شستشو میتونه با سرم فیزیولوژی باشه و بعد خشک کردن ناحیه پرینه. هر چقدر ناحیه پرینه رو دوستان شما خشک نگه دارید، قطعاً زخمتون سریع‌تر جوش می‌خوره. و بعد اینکه موقع شستشو حتماً ابتدا قسمت جلو شسته بشه و بعد قسمت پشت، حتماً بعدش سعی کنید که با سشوار اون رو خشک بکنید. موقع نشستن عزیزان سعی کنید که روی ناحیه پرینه نشینید، چون به هر حال پوست و عضله و اینها دوخته شده و ممکنه فشاری بهش وارد بشه و بخیه‌تون باز بشه. سعی کنید که به حالت لم داده روی ناحیه باتک یا قسمت گوشتی باستنتون بشینید. یه بالش زیر در واقع دستتون میذارید، به حالت لم داده بچه رو اونجوری شیر میدید که هرچه سریعتر بخیه هاتون خوب بشه. برای درد اون ناحیه میتونید از مسکن های مختلف استفاده کنید. اگر در واقع دردش کم هستش، میتونید از مسکن های خوراکی استفاده کنید. اگر دردتون بیشتر بود، میتونید از شیاف استفاده کنید. در مورد تغذیه بعد از زایمان اگر بخوام براتون بگم که در بهبود زخم ناحیه پرینه بهتون کمک بکنه، این هستش که سعی کنید حتما رژیم پرپروتئین داشته باشید. یعنی یک وعده از غذای شما حتما گوشت ماهیچه یا کباب باشه، تخم و مرغ باشه و پروتئین باشه که بتونید زودتر زخمتون در واقع ترمیم پیدا کنه. دیگه اینکه یبوست نداشته باشید که فشار بهش بیاد. این هم میتونه با بهبود وضعیت تغذیه‌تون مثل نوشیدن آب به مقدار 8 لیوان و اینکه چه چند قدمی حتما در منزل راه برید. همین راه رفتن باعث میشه که گردش خون ناحیه پرینه‌تون بهتر بشه. و بعد اینکه از غذاهای ملین استفاده کنید، حتما روغن زیتون روی سالادتون بریزید که در واقع یبوست نداشته باشید. این نکات رو رعایت بکنید، شستشوی مناسب داشته باشید، با سرم فیزیولوژی خودتون رو بشورید، اول ناحیه قسمت جلو شسته بشه و بعد قسمت پشت، و از توالت فرنگی استفاده کنید، قطعاً بهبودی زخمتون خیلی خیلی سریع‌تر خواهد بود. ممنون از اینکه ما رو نگاه کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.